ولی من یه منظره بهتون میگم آقای رئیس دادگاه، شاید این خواهران منم برادران منم ناراحت بشن. من تو قبرستون یک منظره ای را دیدم که واقعا به تمام بشریتی که این چنین سبعانه دارن ملت رو اینجور کردن، هر کی میخواد باشه، این میخواد باشه، کسی دیگه میخواد باشه، هر گروهی میخواد باشه، اینها بهشون لعنت ابدی باد. یک پدر دیدم، یه جنازه ای در دیدم، دو تا طفل از بی پناهی صورتاشون رو به صورت باباشون چسبورده بود. من نمیدونم اون بازپرسی که بخواد روی جنایت سرپوش بذاره چطور میتونه بچهش اصلا ببوسه، چطور میتونه محبت داشته باشه. من تمام اون منظره های سوخته ها و جزغال شده ها رو فراموش کردم، ولی اینو فراموش نمیتونم چطور. هر وقت بچه خودم رو میبوسم یادم به اون میاد. باور نمیکنین آقا چه منظره وحشتناکی. در حدود دو ماه و نیم من محو بودم تو این پرونده. آقا داستان اون ورقه را اگه نشون بدن، من کلمه رضا را، باورست که دانشجوی باسوادی بودم، اغلب کلمه رضا را مثلا میگفتم رضا به زی یا به سادزاده. من گیج شده بودم، محو شده بودم. شما ندیدید آقا، شما ندیدید چه جنایتی بوده. آخه شما میگید اینجا دادگاه تشکیل شده، آقا داستان خب 45 روز از زن و بچه دورند و آقا هم آقای موسوی هم واقعا با همه گرفتاری آذربایجانشون تشریف بردن اینجا 5-6 روز تشریف بردن. ولی آقای موسوی اینها خیلی کمه، اینها خیلی کمه. جهاد جدت همینجا. آقای نقیبی شما که سید هستید عرض میکنم اینجا جهاد جدت همینجاست. قضاوت کردی داغ این ها را مرهم گذاشتی به حق و حقیقت. اینها خونخوار نیستن، اینها همشون درد دلشون رو به من گفتن، من محرم دونستن. اینها میخوان حقیقت براشون روشن کنی، بگید که چه جنایتکارانی دست به این عمل ننگیم زد. بله از آقای فرماندار صحبت. آقای فرماندار من دیدم ساعت 3 یه زمزمه ای داره میاد. داستان بدبختم اومد خواب زده و اومد به اون لحجه کرمانشاهیش گفت چه خبر است؟ گفتیم که نمیبینی چه خبر است. خلاصه آمد و بعدا ساعت 3 دیدیم که جنازه ها رو که بردن، دو تا گونی هم آقای رئیس دادگاه، دو تا گونی از این دست های جزغال شده. وقتی که جسد رو برمیداشتن دست ها جزغاله میشد، جزغاله شده، جدا می شد از بدن، پا جدا می شد از بدن. اینها را اینا من اینا را باید بگم. حالا کار دارم، با دنیا کار دارم. لطفا چند لحظه برادران پاسدار، ماموران انتظامی، اگر دیدید که صحبتی از کسی شنیده میشه که عنوان دخالت در دادرسی داره، تذکر میدم برای آخرین بار که برادران اونو از جلسه بیرون خواهند برد و همینطور از جناب صرافی هم تقاضا میکنیم که سعی کنن سخنشون کمتر خطابی باشه، چرا که بحث دادرسی هست. نه دادرسی اینجاست، عرض میکنم من نه غرضی با هیچ که ندارم، من واقعیت عرض میکنم، هیچ که از قضاوتش به عهده آقایون دادگاه. عرض کنم ما رفتیم اونجا و دیدیم قبلا گریدری را در قبرستان آماده کرد. ساعت من اومدم خونم، من وقتی که اومدم خونم یه خورده استراحت کردم، بعد ساعت 5 دادستان تلفن کرد که پاشو بیا. بلند شدم رفتم از ساد و جمجدا کنم، دیدم یه گریدری داره گود میکنه. گفتم چرا گریدر داره گود میکنه؟ گفتن که میخوان همه اجساد یه جا. گفتم آخه این شرع اسلام زن داره مرد داره، تو اینجا شاید مسیحی باشه کلمی باشه، هر که با آداب خودش باید تو اینا دفن بشه، چجور میشه ما همه اینها را بیایم و یه جا دفن کنیم؟ به کی گفته اینو؟ آقا گفتن که مسئله شرعیشو پرسیدیم، مسئله شرعیشو پرسیدیم،
تجویز کردن که بله دفنش. خب جناب آقای فرماندار محترم، آقای کسی که خودت را به سیادت میدونی، خب شما وقتی تصمیم گرفتید که اجساد مردم یه جا دفن کنن، نفرمودید آقا من جدم این اجازه را نمیده زن مرد اینها را همه توی یه جا بریزیم؟ آخه نمیشه که، این شرعن یک حساب کتابی هم داره آقا. این مسئله را کار ندارم، من خودم را متشرع نمی کنم و از متشرع بازا هم خوشم نمیاد. اونایی که به صورت ظاهر میخوان متشرع باشه، این جناب آقای فرماندار که مسئولیت مستقیم داشت، ساواک عضو همه کاره مملکت بود، ولی در قوانین میگفتن که حضور نماینده نخست وزیری مثلا در قانون امنیت اجتماعی، ولی خب همه کاره بود، ولی دیگه جناب عالی که نماینده آریا مهر بودی، خب شما میگفتی آقا بذارید من رو. خیلی خب صبح شد، ما از قبرستون ساعت 8 که رفته بود، ساعت 5 که رفته بودم 9:30 برگشتم، دیدم بی سیم رادیوی در دست افسر ژاندارمریه داره یه چیزی میخونه، داره یه چیزی میخونه. سروان افسر ژاندارمریه به من گفت که آقای باسپورس، گفت قضیه معلوم شد. گفتی به این زودی؟ آخه چجوری معلوم شد؟ کی میگه؟ گفت داره آقای فرماندار اعلامیه صادر میکنه. یه بار نه و دوبار نه، داره اعلامیه را میخونه که مردم شریف آبادان خرابکارا در سینما ریکس بام گذاشتن و انفجار سینما واقعی سینما ریکس بنابر تشخیص کارشناسا، ایشون اینا کارشناسا تشخیص دادن که سینما ریکس رو خراب کرد. خلو حالا آقای فرماندار، جناب عالی که منو نمیشناختید، چون آقای فرماد با بزرگان قوم راهی نداشتید. خب آقای فرماندار، شما که لیسانس حقوق لااقل بودید، خوندید که وقتی پرونده ای در همون قانون سابق دیگه، قانون اسلامی که بدبختانه هنوز پیاده نشده، هر کی یه چیزی میگه، همون قانون طاغوتتون میگفت که آقای ضابط دادگستری، آقای فرماندار، آقای رئیس شهربانی، آقای رئیس ژاندارمری، آقای افسر پلیس به مجرد دخالت مقامات قضایی حق دخالت دیگه تو نداری، همه دستورات باید به دستور مقام قضایی باشه. آقای فرماندار و محترم، البته ایشونم بنده خدمت رو عرض کنم، چرا این اعلامیه رو صادر استدام کنم، یادداشت بفرمایید از محضر جناب آقای موسوی ریاست محترم دادگاه استدام کنم، این سوال بفرمایید از ایشون که این اعلامیه به دستور چه کسی و با حضور چه کسی تنظیم شد و به دستور چه کسی شما اونو امضا کرد، چون ایشون قدرت صدور این اعلامیه رو نداشت. این یک. ترا به خدا شما ببینید جنایت و فاجعه چقدر بزرگه. میان کمیسیونی از تهران میاد، یه دریاداری همراهشون، دریادار موقری کی نمیم چی موقری بود آقای فرماندار کی بود دریاداری که پول می آورد، پول آورد، موقری امسار موقر. تو رو خدا ببینید کسانی که مدعی تمدن و بزرگن، من هنوز به قرآن در تمام دیکشنری‌های دنیا برید بگردید تمدن و بزرگ یعنی چی. تمدن یه کوچک داره، بزرگ داره، کوچک وسط داره، خط وسط اعلی داره، ما نفهمیدم تمدن و بزرگ این معنیش، هنوز هم نفهمیدم، خدا کنه نفهمم. عرض کنم این مدعی تمدن و بزرگ کاش زنده بود، خدا زود کشتش، زود راحتش کرد.
خب حالا در دنیا راحتش کرد کی صداهای ما رو بشنوه لااقل ببینه، ببینی که دادگاه انقلاب اسلامی و عکس امام و مرحوم طالقانی اینا هستن. بالاخره خدایی وجود داره که ناظر اعمال همه است، اینها روزی پیروز میشه. اینها رو ببینه، نمیدونی چقدر مرگی بهتر از مردنه. بعضی ها دعا میکنن که بمیرن ولی از این وضع، و این واقعا دعا کرده داشت مستجاب شده، نمیدونم حالا چجوریه. جناب فرمان آقای موقری تشریف میاره برای رادمی، برای رادمهری که 10 تا خواهر برادر از دست داده و برای قشقایی و سازش و تمام این داغ دیدگان برای این انسانها قیمت تعیین میکنه. واقعا نابود باد کاخ ظلم و ستم، سیاه باد روی جهالت و نابود باد کاخ ظلم و ستم. وقتی که فرزند آریامیر یکی از افسرهای نیروی هوایی برای من تعریف میکرد، میگفت یه گورخر داشت نصف شب در کیش به من فرمانده اومد گفت که آقازاده بهانه گورخرشو گرفت. ما هواپیمای 4 موتوره از کیش بلند شدم اومدم تهران، گورخر آقازاده رو سوار کردم بردم کیش. وقتی رسیدم گفتن آقازاده خواب رفته. تمام این قدر تو که برای بچه خودت برای گورخرش اینجور هواپیما میفرستی، بچه رادمیر و سازش و فلان ایکس و ایگرکی که در این سینما به دست جنایتکاران تاریخ زغال شدن، برایش اینکه 5,000 تومان وسیله موقری میفرستی؟ بی شرم ها، نا انسان ها. اینها جنایات تاریخ است. دادگاه نورنبرگ تنها یک جا نیست، اینجاست دادگاه جنایتکاران. اگر آیشمن، اگر آیشمن در زمان جنگ دوم در زمان جنگ کوره های آتش سوزی بپا کرد، منظوری داشت، میگفت آلمان بالاتر از همه، برای یک هدف به قول خودش ناسیونالیستی داشت کار کرد. بله آقا تو چت بودی جا؟ تو مرگت چی بود؟ تو که می رفتی پولای امام رضا رو به نام این که بخواه امام رضا رو تعمیر کنم غارت میکرد، کاری نداری میمیز. آقای فرماندار هرچه وقت دادگاه بگذاره داره به بعد تذکر بیاره، ولی من ورکالیستم بعد از ظهرم ایشالا بزاهم خواب شد. آقای فرماندار و محترم شما ببر من نقشه چال کردن سوختگان در قبرستان بدون اینکه کسی بیاد لااقل بعد از مرگش بچه‌شو اونجا قبرشو تا آغوش بگیره و لااقل تسکینی پیدا کنه. مثلا خانم سیدی، خانم اینکه آقا دادستان این شهر بود، حالت به دیوانش که بچه داره دیوانه است، خودش هم دیگه بعد از این مرگ بچه‌اش دیگه دیوانه شده، داره به بدبختی افتاد. خانم دادستان آبادان، دادستان مقتدر آبادان، نمیخواستی بچهش قبر بچهش هم در بغل بگیرم؟ چه بگم؟ حالا گذشت. صبح رفتم اتاق تیمسار رزمی ساعت 9. اینجا استدام بگم توجه بفرمایید، از اون معذرت میخوام که اینجور حرف میزنم، چون استدعا میکنم، چون به قول درد همو میفهمیم، بیا سوت دلان گرده هم آیم که درد سوت را دل سوت دان. صبح رفتم اتاق آقای رئیس شهربانی به اتفاق آقای دادستان، دیدیم آقایان کارکنه تلویزیونم، تلویزیون فرمایشی هم تشریف آورد. آقای رزمی جریان چی است و فلان از یه حرفا و این داره خیلی بلغور میکنه. یه تسبیح قرمز کوتاه هم دستش بود.
و داشت مصاحبه کذایی اولی که تو تلویزیون نشون داد اونو پخش کرد، اونو برای آقا گرفت. با ما گفتن آقا ما مصاحبه کنیم، گفتیم آقا ما که هنوز نمیدیم، اگه خاک تو سر ما شده، بدنمون واقعا خاک تو سرم شده، تمام بدنم خاکی، تو قبرستون بوده بعضی شب داره خواب رو مصاحبه چی، من اطلاعی از چیزی ندارم، من نمیدونم کی چه کار کرده، متهمم کیه، بسیده کدوم دستگاه بوده، چه دستگاه خارجی داخلی، چه دست، من چه مصاحبه میتونم بکنم. با آقا دادستانمون هم گفتن، آقا دادستانمون هم همین حرف، دادستان هم حاضر نشد مصاحبه. بله اومدیم در همین موقع باز دیدیم که رادیو داره اعلامیه مجدد آقای فرماندار رو تکرار میکنه. دادستان ما عصبانی شد، گفت به رزمی، گفت که این اعلامیه رو کی صادر کرده؟ گفت که الان آقای فرماندار، آقای استوندار تشریف داره، شاید نمیدونم یادشون بیاد، من نمیدونم البته، با استوندار تلفن کرد، آقا این چه وضعیه فلان میکنه از این حرفا. گفت آقا کارشناس گفته، کارشناسان، حالا این کارشناس ها کیا بودن ما نمیدونیم. ببینید اینجاست که یک دست مخفی پیدا میشه. حالا این دست مخفی را باید آقای فرماندار توجیه کنه، ازشون استدام کنیم که بعدا انشاءالله در موقع محاکمشون توجیه کنن. این دست مخفی، شما این سوالی که مطرح میشه یادداشت بکنید، به موقعش جواب بدید و جناب صرافی هم سخنشون تا اینجا توجه داشته باشن که به کجا انجامید. انشاءالله فرصت خواهد بود با اجازه ریاست دادگاه که در جلسه بعدی شما بقیه سخنانتون رو ادامه بدید. خیلی ممنون. آقایون و برادران و خواهران سر جا بنشینند تا متأمین برند، بعد از سالن خارج بشن. تکبیر.